سلام سلام، زئوس هستم، آره، خدای خدایان. کانال خوب ایران اِوولوشن چند هفته پیش در یک پست نوشتاری در اینستاگرام و تلگرام به کلیپ 327 من پرداخته بودند و نقدهایی بر مطالب من آورده بودند. با تشکر از این کانال سعی میکنم خلاصه پاسخ بدم. ابتدا اینکه من گفته بودم که راه رفتن روی دو پا ویژگی منحصر به فرد انسان نیست، چرا که بونوباها هم روی دو پا راه میرن. این کانال میگه اینطور نیست که بونوباها ایپ‌های دو پاگرا محسوب شوند. خب بله، من هم نگفتم که بونوباها دو پاگرا محسوب میشن. خیر، در بسیاری از مقالات در مورد بونوباها به این مورد اشاره شده که اونها اگرچه دوپاگرا محسوب نمیشن، اما they engage in bipedal locomotion، اونها بر دوپای خودشون حرکت میکنند. از اونها به عنوان مدل هایی برای models for the evolution of hominid bipedalism، مدل هایی برای فرگشت انسانوار دوپاگرایی هستند. اگه سرچ کنید bipedal bonobo، یک عالم مقاله میاد که در مورد این توضیح داده. میخوام بگم که چیزی بیش از اینه که این کانال میگه اونها گاهی به صورت دو پا راه میرن. خیر، بلکه میشه گفت گاهی چهار دست و پا راه میرن. در ادامه این کانال نوشته که نقد جناب زئوس به این سخن یک خردگیری ملا لغتی گونه است. درسته، من یک اشاره گذرا کردم که این موضوع، این لغت منحصر به فرد برای انسان نیست. او دیگه به طور تخصصی اون رو مطرح نکردم. اما در مورد بحث نارس بودن نوزاد انسان، این کانال نوشته که نارس بودن نوزاد انسان یک واقعیت زیست شناختی است و دوره جنینی انسان میبایست 21 ماه باشد، گفته 3 ماه بیشتر از آن مقداری که جناب زئوس گفته. این که میگه این نارس بودن یک واقعیت زیست شناختی است، این غلطه. الان توضیح میدم. من گفتم اگه ملاک نارس بودن ناتوانی در راه رفتن باشه، نوزاد باید حداقل 18 ماه در شکم مادر بمونه. اما این کلمه ای که آوردن، این altricial، این نارس بودن رو بر اساس ناتوانی در غذا خوردن میدونه. و بله، اون وقت حداقل 21 ماه زمان لازمه تا نوزاد بتونه بی نیاز از غذا دادن مادر باشه. ببینید، این عناوین نارس بودن یا رسیده بودن، این طبقه بندی ها، اینها موضوعات علمی نیستند، واقعیت های زیست شناختی نیستند. خیر، اصولا طبقه بندی صورت میگیره تا مطالعه علمی راحت تر باشه و این طبقه بندی ها براحتی تغییر می کنند. معمولاً چندین نوع هم هستند. بر مبناهای مختلفی چندین نوع طبقه بندی وجود داره. این نیست که علم ثابت کرده این طبقه بندی و این نامگذاری درسته و تمام. خیر، منم نگفتم که هرکه بگه نوزاد انسان نارسه در اشتباهه. نه، من گفتم از این مقایسه با کره اسب و از این نارس نامیدن نوزاد انسان خوشم نیومد. آخه این که بگیم نوزادان انسان همه نارس هستند، خب فایده ای نداره. بله، در مقایسه با دیگر پستانداران نوزاد انسان از نظر اعصاب و رفتار و اینها نارسه، از جنبه های دیگه نرسیده است. اما من ترجیح میدم انسان رو با انسان مقایسه کنم. مثلا 9 ماهگی رو که طبیعی نارس محسوب نکنم، کمتر از 9 ماه رو نارس بدونم. و یا حتی نه، مثلا اگه ملاک نارس بودن رو در خطر مرگ بودن تلقی کنیم، شاید نوزاد 7 ماه هم نارس نباشه و نوزاد 6 ماه نارس به حساب بیاد که نارس هست و باید تحت مراقبت باشه. به هر حال این طبقه بندی ها علم نیستند، وحی منزل نیستند، یک شکل ثابت و دیکته شده هم نیستند و می توانند انواعی داشته باشند و تغییر کنند. این کانال در ادامه میگه که علت نارس بودن نوزاد انسان نه اندازه سر نوزاد، بلکه محدودیت متابولیسمی بدن مادر است و میگه بنابراین توضیحات جناب زئوس درباره لگن زنان به طور کامل بی ربط به بحث است و پیچیدگی یا سادگی مفصل ها نیز هیچ ارتباطی به نارس بودن یا نبودن نوزاد انسانی ندارد. خب موضوع مطرح شده در کتاب انسان خردمند اندازه سر نوزاد بود و نه متابولیسم بدن مادر. منم در مورد کتاب صحبت کردم و
اون اندازه سر نوزاد هم بهانه‌ای بود که دوتا نکته علمی در مورد پیچیدگی آناتومی بدن انسان و فرگشت اون در رابطه با زایمان بگم. و البته که برخلاف نظر این کانال، اون مفاصل ثابت جمجمه به کله گنده نوزاد هم ربط داشت. این پاسخ من به نقد این کانال بود. و ما از اینها که بگذریم، این چه طرز نقد کردن عزیزان من؟ ببینید، وقتی در کنار نقد خودتون به حرفایی میپردازید که نشان از کینه و دشمنی داره، خب نقد خودتون رو خراب میکنید. الان در همین کلیپ من به نقد کتاب دکتر حراری پرداختم، اما از خود ایشون تعریف و تمجید کردم، او رو تاریخدانی جوان و موفق نامیدم. یا در کلیپ قبل از اون از دکتر سروش دباغ نقد کردم، خب از ایشون تمجید نکردم، اما کاملا با احترام از ایشون یاد کردم و فقط کلامشون رو نقد کردم. آخه این که مثلا کانال ایران اِوولوشن نوشته جناب زئوس با گفتن آن صداهای ناهنجار تولید کرد و قهقه سر داد، خب این حرفا نقد شما رو خراب میکنه. یا این که ادمین کانال نوشته که زئوس همیشه با لودگی تلاش میکنه استدلالهای سطحی و نظرات خودش رو به مخاطب القا کنه، خب اینجور حرف زدن از یک کینه و دشمنی خبر میده. اگه این کانال یک کانال اسلامی بود، خب این دشمنی قابل درک بود، اما واقعا من نمیدونم چرا اینها اینجوری. اگرم با من دشمنی دارید، لااقل یاد بگیرید که در نقدتون اون رو فاش نکنید تا نقد خودتون خراب نشه. الان میبینید که در میان کامنت های دوستان در همون پست، یکی از دوستان خطاب به ادمین اون کانال ایران اِوولوشن نوشته باهاش به مشکل خوردید یا جایی بهتون بی احترامی کرده، چون احساس میکنم یه جورایی میخواید ازش انتقام بگیرید. و یا دوست دیگری نوشته متاسفانه این مد شده که با خراب کردن یه شخصی که معروف شده، یه عده سعی دارن از اون شخص نردبون بسازن و مشهور بشن. خب اینجور برداشت ها طبیعیه، چون اینطور نقد کردن به تخریب دیگران و انتقام گرفتن شبیه تاب نقد کردن. به هر حال ممنون از نقدشون که باعث شد برخی نکات مطرح بشه و روشن بشه. بدرود دوستان.